متاسفانه خبرهایی که درباره پرواز تهران یا سوج ما داریم خیلی خیلی تأسف برانگیزه. دکتر سازگارا بفرمایید. آقای میبودی، از داخل سیستم به من خبر دادن و من این خبر رو با یک خلبان هم چک کردم که مطمئن بشم به لحاظ فنی درسته و تایید کرد. اون این است که آخرین مکالمه خلبان هواپیمای تهران یا سوج، خلبانی که 20 سال سابقه داشته و اصلا معلم و مدرس پرواز روی این هواپیما بوده، که اتفاقا این هواپیمای خاص هم هواپیمای امنیه و هواپیمای سالمی هم هستش، و آخرین مکالمه او به فرودگاه یاسوج گفته ارتفاعش رو به متر، چون به پا اعلام میکنن پروازها، 5100 متری اعلام کرده و بعد هم گفته که آماده میشه که ارتفاع کم کنه در فرودگاه یاسوج بنشینه. ارتفاع 5100 متری از دنا رد شده بوده، بالاترین قله هشتگانه دنا 4448 متر، 4500 متر، یعنی 600 متر بالای دنا بوده و هیچ راهی نداره که این ادعایی که میکنن ارتفاع دنا رو تشخیص نداده، خورده به مثلا این طرف دنا و نتونسته از دنا رد بشه. مضاف بر این که این خلبان واقعا روزی یک بار میرفته یاسوج رو برمیگشته، این مسیر رو با چشم بسته میرفته و یک خلبان برای من توضیح داد که اصلا پرواز بالای یه ارتفاعی فقط تو 500 فیتی نشستن خلبان چشمش به کار میاد، باقیشو از رو اینسترومنت و دستگاه ها پرواز میکنن و اصلا اشتباهی نمیتونه بکنه. ضمن این که خلبان در واقع تمام مسیر پرواز رو بهش نقشه پرواز دارن خلبان ها، هر نقطه میگه در این ارتفاع باید باشی، در این ارتفاع باید باشی، بنابراین امکان، و بعدم هیچ حرف دیگه از خلبان نیست، یعنی اگر موتورش به فرض رفته بود مکالمه بعدی بعد میگفته مثلا برج فلان موتور دست راستم رفته، مثلا پرواز مثلا نشستن اضطراری میخواد، هیچ مکالمه دیگری هم نیست و ناگهان از صحنه رادار حذف شده. ضمن اینکه ارتفاع پرواز آخرین تماسی که گرفته در رادار هم ثبته، یعنی رادار برج یاسوج هم تایید میکنه که در ارتفاع 5100 متری آخرین تماس خلبان بود و بعد ناگهان از رادار غیب شد. اون کسی که به من این خبر رو داد معتقد بود و میگفت که در داخل هواپیما بمب گذاشتن و هواپیما منفجر شده، به همین دلیل هم هر تیکش یک جاست و جنازه ها پیدا نمیشه، چون اگه به کوه خورده بود خب سقوط کرده بود، به یه شعاعی اون پایین پیدا میشد همه چی. و علتش هم 16 متخصص محیط زیستی بوده که در این پرواز بودن. من نمیدونم آقای میبودی، این آقایون سپاهی ها یا روس ها که پشتیبان اونها هستن با محیط زیست و یه بخش از فعالین محیط زیست چه مشکلی پیدا کردن، چون 14 نفر رو هم بازداشت کردن بردن زندان که یکی از اونها دکتر کاووس سید امامی رو کشتن در زندان و بقیه هم سری از آثارشون نیست و توی انفرادی و بیخبری هستن و خانواده هاشون رو هم تهدید کردن. دو نفر هم در بوشهر ابتدا گفتن دستگیر شدن، بعد گفتن تصادف شده. بنابراین یک مسئله این فعالین محیط زیست در سکم یه تعدادیشون چیزی رو پیدا کردن، نکته‌ای رو فهمیدن، وگرنه فرض کن آقای دکتر سید امامی و دوستانشون دنبال نجات یوزپلنگ ایرانی بودن، اصلا کاری به کار چیزی نداشتن، اصولا فعالین محیط زیست کارشون اینه، ولی احتمالاً به موضوعی برخورد کردن. حالا بعضی ها میگن فعالیت های به اصطلاح هسته‌ای و رادیواکتیویته است، بعضی ها میگن آزمایش هایی که آلوده کننده محیط زیست به شدت بوده و منشأ ریزگرد ها شده، پارازیت هایی که میدن، من نمیدونم. این از اون چیزهایی است که باید معلوم بشه، باز هم از داخل سیستم بشود اطلاعات به دست آورد. ولی هرچه هست سقوط هواپیمای یاسوج که دو جعبه سیاه یا در واقع واقعیتا نارنجی دارن، یکی تمام مکالمات برج و اینها توش ضبط میشه، یکی مکالمات داخل کابین هم ضبط میشه بین دو تا خلبان، و این رو سرش
به محض اینکه پیدا شده دعوا شده و هیئت فرانسوی سازنده هواپیما موظف اینا رو ببینه و امضا بذاره زیرش و بگه چی شده. حتی فرانسوی هم برگردوندن فرانسه. بنابراین به نظرم چشم ما به لحاظ خبری باید روی ماجرای جعبه سیاه باشه که آقای بهرام پارسایی نماینده یاسوج کوکیل بوی رحمت در مجلس گفته که دعوا شده و یک گروهی نمیخواستن بذارن این بره دست دادستان شهر دنا و به استاندار فشار می آوردن. این گروه سپاه بوده تا اونجا که من میدونم. بنابراین ماجرا وارد یک پیچی شده که این حضرات از این کارها زیاد کردن، مثل که این هم یکی دیگه است. یعنی رفت جایی که مثل قتل آقای هاشمی رفسنجانی یا قتل آلبرتو نیسمان دادستان در آرژانتین و امثالهم یه وجوهی پیدا کرد که واقعا محل تأمله. تشکر میکنم. اما بریم به درباره وحید حقانیان. دکتر نوری‌زاده به طور مفصل در چندی برنامه موضوع حقانیان و اعمال نفوذ او، اینکه او یکی از مهمترین چهره‌های نظام جمهوری اسلامی است در کنار آقای خامنه‌ای، بچه‌ای که تحصیلاتی نداره اما ثروت انبوه داره، آخرین برداشت او گویا 380 میلیون دلار بوده و دستگیری او و شایعه دستگیری او، بعد دیروز اعلام کردن که او آزاده، دست کم در مراسم افتتاح تلویزیون ایران کالا رو نشون دادن. آقای دکتر سازگارای عزیز، به من بفرمایید که وحید، اول وحید حقانیان رو به هموطنان رو معرفی بکنید، بعد این ماجراهایی که بر سرش، بحثایی که در مورد او الان سر زبان هاست، دستگیری او، آزادی او، اونم 24 ساعت بعد، بفرمایید. ببینید من شخصا این خبر رو ندارم. من هم از آقای دکتر نوری‌زاده خبر رو گرفتم و چون خیلی به نظرم خبر مهمی است با ایشون چک هم کردم و ایشون هم مجدداً توضیح داد که خبر چگونه است، آنچنان که علنی و شفاف هم آقای دکتر نوری‌زاده به مسئولیت روزنامه نگاری که داره به اطلاع مردم ایران رسونده. وحید حقانیان کسی است که آقای خامنه ای رو بعد از اون انفجار زیر منبر همون اوایل انقلاب گروه فرغان میکرد به بیمارستان رسونده و از اون پس همواره کنار دست ایشون بوده، همواره کرد کنار شده و به تدریج معروف بود به دست راست آقای خامنه و البته دست راست ایشون از کار افتاده ولی دست راست تمثیلی و ایشون معروف بود که بعد از آقای خامنه و مجتبی پسرش نفر سوم بیته، کسی است که معاونت اجرایی رو داره. یعنی تمام این میلیارد ها میلیارد ثروتی که به تملک و کنترل بیت رهبری در آمده زیر دست آقای وحید حقانیانه و بنابراین آدم خیلی مهم است. دست زدن به او زوری رو احتیاج داره که مثل این است که دست زدن به شخص آقای خامنه ایه، وگرنه خبر که آقای دکتر نوری‌زاده داده این است که او برادرش میلیاردها جا به جا کرده در ترکیه و بنیامین حقانیان و اشکالاتی داشته و ایشون هم دو تن رو در ترکیه دیده که اونها جاسوس اسرائیل بودن و نیامده در ایران گزارش بده خود وحید حقانیان. و ضمناً وقتی آقای خامنه‌ای مریض بوده یک ماه پیش با چند نفر از اعضای خبرگان صحبت کرده که جانشینی رو حرف زده. من به وجوه دیگه کاری ندارم. به عنوان اینجا به عنوان یک مفسر سیاسی به نظرم این آخری خیلی مهمه. ماجرا ماجرای جانشینی است و الان که اطلاعات سپاه، حسین نجات معاون اطلاعات سپاه، توانسته وحید حقانیان رو ولو 2 ساعت، حالا آقای دکتر نوری‌زاده میگن 24 ساعت بتونه بازجویی کنه، این زور از کجا اومده؟ این زور که میتواند کسی در اطلاعات سپاه بره و وحید حقانیان رو ببره زیر بازجویی، این زور چند حالت داره. یا این زور از مجتبی میآید، پسر خامنه ای که به اطلاعات سپاه نزدیکه و وحید حقانیان رو میخوان حذفش کنن برای اینکه رفته دنبال جانشین یک کس دیگری. اگر این باشه باید بپذیریم که تو اون بیت اختلافات خیلی زیادی هست و جبهه بندیه و دعوا مثل دربارهای شاهان قدیم
که پر از این اتفاقات بوده در بیت خامنه ای هم میتونه باشه. نکته دیگه این که این زور میتونه مستقلن از طرف سپاه باشه، اون وقت باید بپذیریم که سپاه یا با روحانی ساخت و پاخت کرده یا با روسها یا با هر دو، چون به تنهایی دست کم تحلیل من این است که زور سپاه به بیت رهبری نمیرسه، باید یه جایی تقویت شده باشه که چون این زوری داشته باشه اطلاعات سپاه و بتواند به وحید حقانیان دست بزنه. پارامتر روسها رو نباید فراموش کنیم، برای اینکه اونها هم در سپاه نفوذ دارن، هم حتی در بیت نفوذ دارن و روش‌های مختلفی رو هم دارن. اینی هم که با جاسوس اسرائیل ملاقات کرده باشه وحید حقانیان، فهمیدنش باز میتونه کار روسها باشه و امثال هم. نکته آخری که میخوام بگم این است که مجموع این ماجرا، حالا وحید حقانیان به هر دلیلی صدا کرده باشن و بازجویش کرده باشن و الان هم تحت نظر باشه یا تحت بازجویی باشه، باید گفت که یک چیز دیگر رو هم نشون ده، اونست که آقای خامنه ای بسیار مفلوک و ضعیف شده. ایشون حالا یا مریضیشه یا این فضایی که در کشور به وجود اومده و خرابکاری هایی که طی 30 سال رهبری کرده آنچنان او رو ضعیف کرده که حتی از اداره حل دعواهای داخل بیتش هم عاجز. جالبه. دکتر آخری سوال درباره تجمعات کارگری است. آقای میبودی ببینید، به نظرم در ایران الان 3 تا اتفاق مدنی مهم داره میفته. یکی بخش ورزش ایرانه، به خصوص ورزش ملی ما، یعنی کشتی. رسول خادم اگرچه خیلی به حکومت نزدیک بود ولی کار پهلوانانه ای کرده و صاف ایستاده میگه آقا با اسرائیل نمیخواید کشتی بگیرید، بفرمایید که برین خودتون بگین، چرا ما رو میفرستین قهرمانای ورزشکارمون یا ببازن رو دوشک یا دستشون رو گچ بگیرن، 100 تا دروغ و دبنگ در بیاریم و برای اینکه این رو بپوشون، چون اگر رسما ایران بگه اون وقت کمیته المپیک حذفش میکنه و دنیا هم فهمیده که این تمارزها و این چیزایی که تا الان کردن سیاسی، ورزش نباید سیاسی باشه. این به نظر من با استعفای هیئت‌های کشتی آزاد و فرنگی در سراسر ایران یک جبهه بزرگی باز شده و یکی از حرف‌های این رژیم رو به چالش کشیده. حرف مسخره‌ای که آقای ولایتی افتخارش رو میگه مال بنده است، موقعی که وزیر خارجه بودم در 1382 اول، ببخشید 62 اول لفه این شروع شده، 1362 4-5 سال بعد پیروزی انقلاب، این سیاست احمقانه که با اسرائیلی‌ها ما روبرو نمیشیم چون اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، خود فلسطینی‌ها این کار رو نمی‌کنن. و این جبهه به نظر من یکی از سیاست‌های حکومت رو به چالش کشیده و بسیار مهمه. نکته دوم زنان ایرانن، زنان ایران که وزیر کشور دیروز اعتراف کرد به این که برخورد با شدت و حدت و سرکوب جواب نمیده و مبارزه جانانه ای رو شروع کردن. روز جهانی زن هم 17 اسفند 8 مارچ در پیش رو است و این مبارزه با حجاب اجباری که به راحتی زنها و مردها هم میتونن پشتیبانی کنن، حتی خانم های با حجاب اومدن میدون و پشتیبانی کردن از اینکه حجاب نباید اجباری باشه، روسری رو به نشانه اعتراض به دست میگیرن، چه با حجاب چه بی حجاب، چه پسر چه دختر. این مبارزه ای است که اگر توسعه پیدا کنه، مثلا روز جهانی زن در سراسر ایران هر کسی این کار رو بکنه هر جایی و بعد هم صورتشون رو بپوشونن و عکس بگیرن و این کار رو بکنن، به نظر من موضوعی است که حکومت هیچ چاره‌ای برای مقابله با اون نداره. و اما جنبش کارگری ایران که ستون فقرات مبارزات مدنی ملت ایران هست، الان مجموعه خانوارهای کارگری ما 42 میلیون نفر در سطح کشور هستند، بزرگترین بخش اجتماعی ماست و کارگران صنعتی ما که الان 6 ماه 8 ماه تا گاهی به قول شما تا 24 ماه حقوق نمیگیرند، به حق اعتراض میکنند که دستمزد ما رو بدید،
کارخانجات بزرگی مثل فولاد اهواز با 4000 کارگر 3 ماه حقوق نگرفتن و جلوی استانداری ایستادن، حالا 9 نفرشون هم دستگیر کردن و کارگرها شعار مهمی میدن، میگفتن استاندار به گوش باش، کارگریم نه او باش، و نماز جمعه راهشون ندادن وقتی خواستن برن، همینو خطاب به امام جمعه هم گفتن. و من فکر میکنم آقای میبودی، جنبش کارگری ایران که پاره رهبرانش مثل آقای اوسانلو در خارجن و پاره از رهبرانش در زندانن مثل رضا شهابی، و جنبش نیرومندی است که در سطح کشور حضور داره، مشکلش هم مشکل عینی است که حکومت از حلش عاجزه، و اون هم پرداخت دستمزد کارگرانه و بالا بردن دستمزد اونها که وحشتناک زیر فشار زندگی قرار دارد. این جنبش به نظر من یک زور واقعی هم داره، یعنی دستش رو برداره کارگر، فرض کنید حمل و نقل یا برق یا نفت یا کارخانجات ما، اقتصاد کشور میخوابه، همه چیز مختل میشه و کارگرها هم این قدرت رو میدانن. الان به صورت جدا 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 کارگرها دارن در نقاط مختلف اعتراض میکنن، روزی واقعا 8 تا 10 تا ما اعتراض کارگری به طور متوسط داریم، اما آروم آروم این جویبارها داره به همدیگه میپیونده و فکر میکنم دیر نیست که این جنبش های کارگری وقتی به هم بپیونده به راحتی تمام جنبش های مدنی دیگر رو هم با خودش همراه خواهد کرد، و اون محاصره مدنی حکومت که در مبارزات مقاومت مدنی در واقع صورت میگیره اون وقت صورت عینی پیدا خواهد کرد. تشکر میکنم، بسیار سپاسگزارم. دو تا شعار خیلی هوشمندانه من شنیدم تو این چند روز اخیر، یکی این که حقوق ما رو نمیدند، مرگ بر آمریکا، یک شعار بود. یکی دیگه مرگ بر کشاورز، زنده باد ستمگر. این شعار و مرگ بر کارگر، ولی اینو به طنزی میگن که من واقعا آقای میبودی اگر جای آقای خامنه‌ای و روحانی بودم از غصه و شرمساری دق بکنن بمیرن جا داره وقتی کارگری چنین به طنز میگه مرگ بر کارگر یا کشاورز و درود بر ستمگر. این از هر، واقعا نمیدونم چی باید گفت به این آقایون که اینقدر بی غیرتن و این حرف رو از کارگر ستم دیده میشنوند و دق نمیکنند از غصه. خیلی شعار، خیلی راست، بسیار روشمندانه. مولوی هم اگه زنده بود زیرش امضا میگذاشت و احسنت میگفت به اونها. سپاسگزار از دکتر محسن سازگار عزیز. تا هفته آینده امیدوارم هفته آینده دکتر احمد رفعت رو هم داشته باشیم. میگه نزدیک عید 8 مارس هم در پیش، روز جهانی زن، چهارشنبه سوری در راه، چهارشنبه سوری جوان ها خودشون آماده کردن برای فعال کردن یک آتش فشان. امیدوارم که همه موفق باشن. دو ساله میرویم برمیگردیم، برنامه رو پی میگیریم با آقای دکتر رامین پرهام تا لحظات دیگر.